آریانا افغانستان، یگانه شبکه تلویزیونی ملی افغانها در خارج از کشور. خدمت شما بینندگان عزیز تلویزیون جهانی آریانا افغانستان، شهلا پوپل باز هم بعد از گذشته یک هفته در خدمت شما قرار دارم و آرزو دارم تا آخر برنامه مرا همراهی بکنین و همچنان بیننده عزیز شما میتونین هر وقت بیاین دیدگاه هایتان و تحلیل هایتان، نظریاتتان با ما و طریق ما با بیننده عزیز شریک کنین و همچنان لطفا وقت را در نظر بگیرین، یعنی صحبت هایی که میکنین به صورت مختصر تر صحبت بکنین و همچنان باید بگویم که ببینیم که در یک هفته اخیر چی تحولات در افغانستان عزیز رونما گردیده از نقطه نظر سیاسی، از نقطه نظر از هر نگاه. خب ما میبینیم که باز هم پیشرفت طالبا بسیار شهرها را گرفتن، از هفته گذشته تا به حال بیشتر از 20 شهر بزرگ افغانستان اینا تصرف کردن و امی حالا هم جنگ شدیده در مزار شریف جریان داره و یک قسمتش قبلا به دست طالبا افتاده. اما ای که سوال مطرح میشه، چرا افغانستان به این مرحله رسیده؟ چرا تمام شهرهای افغانستان بدون مقاومت، یک قسمت زیاد شهرهای افغانستان بدون مقاومت به طالبان تسلیم شد؟ چرا در شروع نیروهای افغانستان عقب نشینی میکردن و بالاخره چرا باز هم بعد از بیشتر از سه ماه خشونت امروز آقای غنی بالاخره یک بیانیه دادن و مثل این که تازه از خواب بیدار شدن و برای اولین بار است که برای بی‌ثباتی افغانستان تشویش کردن و نگرانی دارن. بعد از این همه بدبختی هایی که در افغانستان رو نماگه، بعد از این قدر مردم بدبختی که در کابل و در دیگه آواره شدن و بدبخت شدن که امروز این حالت افغانستان و این حالت آوارگی و بیخانگی و بدبختی مردم قابل تحمل نیست. اصلا آدم نمیتونه ببینه و یا حتی بشنوه و این بسیار سخت است. من خودم بیننده عزیز واقعا هر باری که حالت دیدیم اشک به چشمانم بوده و گریستیم بخاطر این مردم. اما تعجب میکنم که رئیس جمهور افغانستان امروز تازه یک بیانیه ده مثل که تازه از اوضاع آگاه شده. این حالتی بود، این صحبت آقای غنی باید 3 ماه پیش 4 ماه پیش می بود و این نگرانی آقای غنی باید سال گذشته می بود، زمانی که آقای خلیلزاد آمد و در ارگ خواست با آقای غنی دیدار کنه برای ای که یک دولت موقتی ساخته شد. اما آقای غنی حتی نخواست که آقای خلیلزاد ببینه. 3 ماه پیش زمانی که تازه پیشروی طالبا و خشونت طالبا بیشتر شده بود، آقای غنی باید این صحبت ها را آن وقت میکرد. و شما اگر متوجه، در 3 ماه من هر هفته آرزوی ای را داشتم که آقای غنی
لطفاً یک اجماع ملی بسازین و در او از دانشمندا، از اهل خبره و از جریانهای سیاسی، از نمایندگان جوانا و مردم بخواین تا با هم بنشنن یک رای حل که در او هیچ نوع مقاصد شخصی یا خودخواهی یا مقام پرستی در او نباشه، با بسیار صادقانه بنشینین و رای حل برای افغانستان جستجو کنین. و امروز که بیشتر از 21 شهر بزرگ افغانستان و بندرها به دست طالبان افتاده، دفعتن آقای غنی بیدار شدن و گفتن که باید همچو بزرگان سیاسی افغانستان با کشورهای خارجی همکار یک جا مشوره میکنن و میگن که آل مردم بیشتر ازی نمیخوایم و تازه میگن که ثبات افغانستان در خطر است. ما واقعا این حالت قابل تأثیر است و هنوز هم آقای غنی گفته که در یکی از چی فرانسوی در یکی از مجله های اخبار فرانسوی گفته که میخواه که تقسیم قدرت با طالبا داشته باشه و خودش در قدرت باشه، طالبا باشه یک جا شریک شد. یعنی تا چی اندازه مقام پرستی، تا چی اندازه آقای غنی از خون ملت، از تمام چیزای ملت میگذره برای که خودش بایسی یک رئیس جمهور باشه. چقدر بهتر میشد آقای غنی اگر سال گذشته وقتی که آقای خلیزاد آمد با خودت صحبت میکرد، چقدر در تاریخ نام بهتر میداشتی که اگر از امون روز امی صحبت ها میشد و کوشش میشد که امچو اجماع صورتی، و مخصوصا بعد از ای که امریکا شروع کرد به بیرون کردن نیروهای خود و طالبان تشدید بخشیدن خشونت ها را و گرفتن شهرها را، کاش از وقت آقای غنی امی کار میکرد و مردم آواره نمیشد. پس ما چی نتیجه گیری میکنیم که آیا باعث این همه قتل و قتال، باعث این همه بدبختی که امروز در افغانستان رونما گردیده، کی مسئولش است؟ مسئولیت این همه بدبختی افغانستان کی داره؟ خب ای که ما مثلا موضوع طالبا یک گروپ جنگجو هستن، آمدن و در داخل افغانستان ایالت آوردن که بیان داخل افغانستان، اما مسئولیت دولت چی بود؟ از طالبا ما هیچ نوع گله ندارم، از پاکستان هیچ نوع گله و گذاری ندارم. دولت افغانستان چی کرد برای که شهروندهای خود را در امن و امان نگاه کنه؟ مسئولیت یک رئیس جمهور چی است؟ مسئولیت یک رئیس جمهور در تمام دنیا چی است؟ چی مسئولیت داره؟ تامین امنیت شهروندانش است و تمامیت ارضیش است. در صورتی که نتانه یک رئیس جمهور مردم خود را در رفاه و آرامش قرار بده، تامین امنیت نتوانه تمامیت ارضی خود را گرفتن، پس چی کار باید بکنه؟ معلوم دار است، یا استعفا بکنه یا یک رای حل پیدا کنه. من چند بار گفتم که رای حل چی است؟ آقای غنی یک اجماع داخلی، یک اجماع ملی بسازه در داخل کشور و بتانه یک رای حل. خب خلای قدرت امکان نداشت در این وقت، میتونست بنشینه و یک رای حل با نخبگان، بزرگا، دانشمندا، نه ای که خودش حتما در قدرت بمانه که ما باشم و درک و من هیچ کس کشیده نمیتونه. این صحبت باید نمی بود، باید صحبت این می بود که ما چطور یک رای حل پیدا کنیم که مردم در امن و امان باشه، چی کار کنیم که تامین امنیت بکنیم. باید واضح میگفت من نمیتوانم، نه تامین امنیت میتونم، نه مردم خود شکمشان سیر کرده میتونم، نه تمامیت ارضی رو نگاه کردم میتونم. پس مسئولیت یک رئیس جمهور چی است وقتی که این همه چیزا رو نتوانه؟ تنها تعصبات، تنها تفرق افغانی که باید سمت شمال باید عمله شود و تمام مردم شواره شود و کشته شود، بی‌عدالتی، این نمیشه.
ببینین مسئولیت یک ما تعجب میکنم که آقای غنی شبانه چطور میتونستن که یک چشمم خواب بکنن. ما شخصا اگر ما یک رئیس جمهور افغانستان شد شب تا صبح خواب نکنم، حتی اگه یک نفر نتانه که غذای یک وقت خود داشته باشه، یا یک نفر در رعیتم یا ملت یک نفر اگر در امن و امان نباشه، غذا نداشته باشه، لباس نداشته باشه، شاید من شب تا صبح گریه کنم و خودم ملامت کنم. اما من تعجب میکنم که در دولت افغانستان چطور اینا وجدان آرام دارن، چطور میخوابن که مردم در چی بدبختی است، در چی حالت است. ببینین جنگ به چی حالت رسیده. آقای غنی باید 3 ماه 4 ماه پیش این صحبت هایی که امروز کرد باید میکرد. امروز که 20 شهر افغانستان به دست طالبا افتاد و مردم در چی آوارگی و بدبختی، نان خوردن ندارن، لباس ندارن، و آل آقای غنی تازه متوجه شده که افغانستان ثبات نداره. و من نمیخوام از این بیشتر افغانستان ثبات از بین بره و مردم بیشتر آواره شه. آقای غنی آل گپ از گپ تیر شده، آل فقط راه به ای است و نمیدونم این خبر تا چه اندازه صحت داره که دفتر در دوحه یکی از نفران مطرح طالبا که آقای شاهین است گفته که ما از امروز به بعد یک آتش بس 6 ماه می کنیم تا زمانی که وضعیت معلوم شود در افغانستان. خب ما ببینیم چی میشه. آیا صحبت هایی که آقای غنی می کردن که تا 6 ماه دیگه من صلح میارم، تا 3 ماه دیگه صلح میارم، انتخابات بچه شما به چه قسم به چشم مردم خاک زدن بود که تا 3 ماه دیگر تا 6 ماه دیگر من تامین امنیت میکنم، تا 3 ماه دیگر همه چیز خوب میشه. این صحبت های آقای غنی بود پیش از اینکه مردم شمال آواره شان به کابل. و امروز ببینین که افغانستان به چی حالت رسیده و حال آقای غنی تازه بیدار شده. این چیزی است که من نمیدانم چطور این مسئولیت بزرگ آقای غنی در مقابلش بی‌مسئولیتی کرده، چطور وجدان هر کدام اینا خواب است و چطور تحمل توانستن که مردم در چی حالت است و اینا هنوزم لبخند در لبان خود دارن. جای بسیار بدبختی است. من واقعا رنج میبرم که این حالت هم میبینم. نه روز آخرت دست شما و گریبان شما و دست مردم است. چطور شما میتونین که اقدر مسئولیت اقدر بیمسئولیتی کنین؟ چطور وجدانتان اجازه میتن که ما اون مردم بدبختی که در شهر کابل به اون حالت افتاده شما هنوزم تماشایشان هم میکنین؟ تلویزیون آریانا افغانستان لطفا به حرد باشین. چطور وجدانتان قبول میکنه که اون اطفال بیچاری که نان ندارن و صبح تا شب میگیرن، اون زنای بیچاری که گریه میکنن شوهرای خود از دست دادن، چطور وجدانتان قبول میکنه که شما در شهر کابل بگردین و ببینین مردم آواره که آمدن و بعد از این مدت آقای غنی تازه بیداشت هنوزم در فکر قدرت چوکی خود است. و امروز که پاکستان هم گفته که طالبا گفتن تا زمانی که آقای غنی در اونجا است ما نه صحبت میکنیم با او و نه صلح میکنیم و نه حکومت اشتراکی با آقای غنی خواهیم داشت. آقای غنی باید موقف خود را روشن کنه. من کدام طرفدار علمبردار طالبم نیستم، از دولتم نیستم، من فقط طرفدار مردم هستم. من نمیتونم مردم به این حالت ببینم. آفرین به شما کسایی که در دولت نشستین و مردم به ایالت میبینین هنوزم به فکر عزیزین که به مقام چوکیتان باشین. شما باید بسیار وقت استعفا میکردین، شما بسیار وقت باید یک رای حل پیدا میکردین. برحال بیننده عزیز، و امروز میبینیم که امریکا هم نزدیک شده که نیروهای خود را به صورت مکمل بیرون کنه. 6000
3000 با مزرد 3000 نیروی دیگه امریکا میان تا در میدان هوایی کابل یا حامد کرزی اینا میاین تا به شکل امن نیروهای خود را بیرون بکشن و همچنان بریتانیا 600 نیرویش میایه که و همچنان نیروهای خود را بیرون بکشه و کانادا که هم شهروندان خود را بیرون بکشن و هم گفته سفارت خود را میبنده کانادا. خب در اینجا امکان داره که یک تعداد امریکایی باقی بمانند برای ای که تا دیده شد که وضع افغانستان به چی حالت میرسه و شاید هم در مسئله انتقال قدرت اگر صورت بگیره و یا ای که موضوع یک حکومت موقت اشتراکی یا با آقای غنی یا با کس دیگه صورت بگیره. من امیدوارم که انشالله به شکل شفاف هم چی یک چیز صورت بگیره اگرچه از سوی امریکا گفته شده با خب یک اطمینان داده شده که شهر کابل به هیچ صورت گرفته نخواهد شد به اطمینان داده یعنی احتمالاً چیزایی که مردم فکر کردن یعنی اینا رد میکنن اما و طالبا هم گفتن که یک آتش بس خواهند کرد نمیدونم او تا چی اندازه صحت داره اما دیده شده که بالاخره وضعیت افغانستان به کجا میانجامه و همچنان موضوعی که در دوحه صورت گرفت در اونجا هم تاکید شد به یک حکومت اشتراکی و همچنان این کشورهای اروپایی، چین، روسیه، همه اینا امریکا تاکید بر این کردن که هر نهادی که بخواهد به زور دولت افغانستان را بگیره قابل قبول به جامعه جهانی نخواهد بود. تلویزیون آریانا افغانستان لطفاً به حال باشین. تلویزیون آریانا افغانستان روی خط هستین بفرمایید. خانم شهلا احترام می‌رسانم. سلام بر شما بفرمایید. یک دو کلمه مختصر می‌خواستم بفرمایید. فرمولوار درباره سقوط ولایت عرش ببینید سرعت تصرف جغرافیای افغانستان بی‌نظیر بوده. سلاح سنگین طالبا توپ و تانک و طیاره نیست. فوج پاکستان البته حامیشان است. افغانستان مرکز آشوبهای منطقه شده و جایی که قدرت نباشه آشوب و فساد برپا میشه. اوضاع از کنترل سالها قبل خارج شده بود. ببینید معیار می ساختن ارتش وفاداری به وطن نبود. لوی دریسیز مثلا طور نمونه میگم لوی دریسیز هدایت میداد که طالبان را بمبار نکنید به بهانه که عوام کشته میشه او را بیشتر حتی تحمل نتونستن و او را برکنار کردن. یک مثال دیگر بر شما میتونم خانم شهلا در جنگ های جلال آباد شما ممکن اطلاع داشته باشید که هر قاعده نیروهای خالص حقانی گلبدین به حمایت فوج پاکستان بیشتر از 20,000 کشته دادن. آن وقت یک دولت مستقل بود 7-8 تنظیم مجبور به فرار شدن زیرا یک دولت مرکزی بود و ولایات از مرکز اطاعت میکردن. این دولت اسلام امریکایی سالها قبل فرو پاشیده بود ما واردش نمیشم ببینید دولت مهمات و غذا به سربازان نرساد طبعا ولایت خود میکنن تشکر میکنم از شما تشکر از شما تلویزیون آریانا افغانستان لطفا به هولد باشین تلویزیون آریانا افغانستان بفرمایید روی خط هستین سلام احتراماتم را بپذیرید سلام بر شما بفرمایید با تأسف عرض بکنم هموطنان عزیز و دوست داشتنی به غم و اندوه شمایان خود را شریک می دانم طالبان وحشی که خود را مسلمان تلقی می کنند و طور فجیع مردم بیگناه و اطفال و پیر جوان را به قتل می رسانند طالبان به قرآن به دین اسلام به حقوق بشر و حقوق زنان احترام ندارند. کرامت انسانی را زیر پای نموده یگانه وظیفه طالبان وحشی و توریست آدم کش و ویرانی و دهشت و وحشت است. از جانب دیگر بدام انداختن امیر اسماعیل خان به دست طالبان در هرات توسط ارتشینام صورت گرفته است. در شمال کشور مارشال دوستم استاد عطا محمد نور محقیق هم به سرنوشت امیر اسماعیل خان توسط ارتشینام دچار و اسیر خان شد
نقشه طرح آن توسط ستون پنجم در ارک ریاست جمهوری دیزاین گردیده است. آقای اشرف غنی و ارکنشینان با شمول عبدالله و طالب قابل اعتماد برای مردم افغانستان نیست و نخواهند بود. 6000 نفر پاکستان وارد ولایت لوگر هستند که به هر کم نمی کنند ولایت لوگر توسط والی برادر رحیمی چان هم از لوگر است بدون جنگ برای طالبان تسلیم داده خواهند شد. پیش از هر زمانی دیگر توافقات برای آتش بس ششمه و تشکیل دولت مشارکت یا اتفاقی با حکومت موقت میسر خواهند شد. احتمال این وجود دارد که تا زودترین وقت این آقای اشرف غنی از مقامش کنار گذاشته شود. تشکر. و برای این توافق علاوه بر طالبان جناح‌های مختلف سیاسی کاملا سران جهادی اتفاق دارند. عبدالله روز گذشته با اشرف غنی دیدار داشت. شام روز جمعه دوباره به جهت تطبیق این توافق نامه به دوحه برگشت. تلویزیون هند اعلان کرد که در یک معامله پنهانی در دوحه ملا برادر رئیس جمهوری افغانستان مقرر شده است. یک لحظه به هولد باشین. تلویزیون آریانا افغانستان لطفاً به هولد باشین. بله. مارشال دوستم، عطا محمد نور، والی و یک تعداد سران و وکیلا با اینا به یک جای مسکون هستند و مزار بدیس طالبان افتاده است. بله. و من بسیار متاسف هستم. خداوند اینا را به اصطلاح با حفظ خود همه مردم افغانستان را داشته باشه. یک آرامی صد در کشور مستقر شد. بسیار تشکر. بیننده عزیز، با ارتباط صحبت های بیننده عزیز باید بگویم که ما قبلا هم گفتم که در پشت پرده معامله هایی بوده آقای غنی در این دست داشت و همچنان بله قرار که گفته شده که اسماعیل خان در هرات ای دسیسه سازی شد در قسمتش و همچنان در قراره که اینا گفتن که حتی از طرف وزارت دفاع گفته شده بود که باید سر طالبا حمله نکنین و باید مقاومت در مقابل طالبا نکنین. کلش در پشت از سوی خود دولت یک معاملگری صورت گرفته شد و حتی گفته شده بود که در سمت شمال باید نمی بدبختی آورده شده. تمامش گفته شده که از سوی دولت بوده و دولت در اینجا بسیار نقش بزرگ داشته و ای که آقای غنی انوزم میگه که طالبا بیاین با ما در قدرت شریک شد، ای هیچ اصلا از این قدرت دست بردار نیست. ای فقط در فکر امی بود که شمال افغانستان به مو قسم شه که باز قندار جلال آباد و نمیدون پکتیا و اینا باز باسانی مردم میتونین بگیرین، چرا که وقتی که وحشت و دهشت در شمال بود جنوب خود به خود بدون یک تقام مردم تسلیم میکنن. تمام بدبختی کلش پلانای خود آقای غنی از تعصبات و بدبختیش بود. تلویزیون آریان افغانستان روی خط هستین، بفرمایید. بله خواهر گرامی شلا جان، سلام احترامات خدمت شما. سلام بر شما. بینیدام میرسانم هر شبه خواهر محترم. افغانستان از نظر موقعیت جبروتیک که دار در منطقه داره، امریکا هیچ وقت افغانستان را ترک نمی کنه. فعلا هم کشتی های جنگی امریکا در خلیج فارس هست که مواد سوخت اتمی مصرف میکنه و امریکا به هیچ وجه افغانستان را ترک نمی کنه. فعلا ملل متحد را پیش کرده که تا یک حکومت مشارکتی را بیاره. ما یک چیز را نوشته کردیم با حالت تحریم خواهی مدرد کنم. مسئول این همه حالات و بدبختی در افغانستان در بود اول امریکا، در بود دوم اشخاص خائنی که در حکومت کرزی و حکومت فیلی در دولت گماشته شد. در رأس کرزی خود فروخته و خائن مزدور که طرف آیسای پاکستان به امریکا معرفی شد و بعد آن غنی که معرفی آن از طرف امریکا توسط کرزی به خاطر استراتژی امریکا در منطقه تعیین و تحریزی گردید. همه شاهد هستیم و میدانیم که امریکا با مصارف نمودن بیلیون ها دلار در افغانستان یک کار بنیادی به خاطر پیشرفت در راه اقتصاد، صنعت، تکنولوژی و تهیه کار برای آینده مردم افغانستان انجام نداد. حتی در سکتور زراعت که 60% عاید مملکت ما را تشکیل میدهد اصلا یک بند را اعمار نکرد که عبارت از بند کنر باشد، بند هلمند باشد و بند
فرا باشد. کرزی در 14 سال به خاطر از اینکه هیچ بند اعمار نشد بوجی بوجی پول از ایران میگرفت که گیر آمد و بوجی بوجی پول هم از پاکستان میگرفت. علاوه از آن بندهایی که چیز در بود نظامی برای سرنوشت افغانستان در شرایط کنونی که بسیار مهم است، بمبیرک ها به افغانستان داده شد و سرمنصبان ورزیده و جنرالان با تجربه به عمر 45 سالگی تقاعد داده شد. به عوض آن اشخاص بی تجربه مفسد دوست تشکر و بیننده عزیز در پولیت جا گذین شد. بسیار تشکر. از کنم که در مدت کمتر از دو ماه بیننده عزیز وقتتان تمام شد. تشکر بسیار زیاد. یا تشکر. تلویزیون آریانا افغانستان لطفاً به هولد باشین. تلویزیون آریانا افغانستان لطفاً به هولد باشین. بیننده عزیز بفرمایید روی خط هستین. لطفاً دا په شنو کې متالیچی او افغانستان ته ځي دا چې خوري ونی نه دي اگر خوري ونی نه دي اوس به خوري ونی نه دي چې پښتنو سره جوړ کړي پښتنو هم د ځان لري کوم چې د شهر سره دي ول وطن سره دي دا به څنګه په وطن ته ستاسو نه دي څنګه شاو دي پاتې شي. تلویزیون آریانا افغانستان روی خط هستین، بفرمایید. شالا جان سلام. سلام به شما، یک لحظه بخولد باشین، بفرمایین. اول خوبویم که اینم یک آغاز که یک مضمون میشته کرده برای 3-4 سفر خود نینه شما صحبتهایتون کنین گمش پشت دیگران نگردین. یک لحظه بخولد باشین، یک لحظه بخولد باشین. تلویزیون آریانا افغانستان لطفاً بخولد باشین. تلویزیون خب بفرمایین، صحبتهایتون کنین. صحبت ما از این قرار است که مطابق گفته های شما که گفتین که بالاخره بابا غنی حاضر شد که یک رقم کنار بره استعفا کنه و یا فرار کنه و از یک رقم میشه. نه خیر، هنوزم دیروز گفته که طالبا با مد به قدرت شدیک شوند. هنوزم دست پا میزنه که اگر برش یک را باز شوند. یا هم دیگه از زماخت زاید الوعد فشد بگیم که ریاض هم احمق است. به خاطر که طالب هم رای زنای هیچ وقت یک جایی نمیشه و حکومت مشارکتی را هیچ قبول نمی کنم. مخصوصا هم رای یک لحظه به هولد باشین. تلویزیون آریانا افغانستان لطفاً به هولد باشین. بله. و دیگه ولو که اگم یادم کنار بره آقای غنی، طالب ها دیگه قبول نمی کنند که همراه یک گروه دیگر شریک شوند در حکومت، به خاطر که اونا دست بالا رو دارن، همیان کل جای گرفتن. تقریبا تا که ما شنیدم 23 ولایت گرفتن از جمله 34 ولایتی که ما داریم. اگر قبل از اینکه اینا به شروع کرده بودن به گرفتن ولسوالی ها، آقای غنی همین کار رو میکرد، خودش کنار میره و یک نفر تعیین میکرد که خودش تعیین نمیکردم و رسیجر یا مشوانج دیگر تعیین میکردن. اون رقم امکان داشت که طالب کنار می آمدن باشن، مگر مال یک ذره یک ناوخش داده. شهلا جان وقت گرامی شما رو نمی گیرم. تشکر. جوابتان بشنوین. خب به نظر ما خب ما به نظر تمام بیننده احترام دارم، اما ای گپ درست نیست. به خاطر ای که در دوحه روی مسئله صحبت شد که هیچ کس حق نداره به زور یک شهر بگیره و یا تمام قدرت به دست طالب باشه. یک حکومت اشتراکی، البته شاید طالبا که بسیار پیشروی کردن سهم بیشتر میخوان. تلویزیون آریانا افغانستان روی خط هستین، بفرمایید. سلام بر شما، بفرمایید. برای به فکر من شورا جان، من فایستی غانی و عبدالعبدالا فریزاد کارزای همه کبنیش کلی زیبا دار داد ازش هست. یا در 20 سال پیسی مردم خودن از غریبا، اتیما، از زنهای بیوره در 20 سال طالبان رو موردن با پاوره. یک لحظه بخولد باشین. تلویزیون آریانا افغانستان لطفاً بخولد باشین. بله درست میگن. مثلا شورا جان غریبار پیش خودم زنهای بیوه پیسه ها را در سرک خودم از طفل یتیم از نفره غریب کل از کارزا
میگم، غانی رو میگم، عبدالله رو میگم، میخالیزاد رو میگم، کل از جا خواهی نستم، کل از جا وطن افروستان هم مثل کامرسا بودم وقتی که ترکیه هم ببرک حفظ آمین سیم ستوری، سیم ستوری جسوری وطن افروستان هم سیم ستوری شوالا جان خب؟ بله بله پاکستان خدا بزنه، خدا پاکستان یک بم بزنه که کلش کلش بم بره، خدا بزنه پاکستان، خدا بزنه پای پاکستان، خدا بزنه پاکستان در بیده. بله بله. یعنی گفت وقت بگم شوالا جان دیگه خدا بسیار تشکر خداوند کمک کنه. ببینید کلش کل اینا مسئول افغان در 20 سال اینا بهترین بله انشاءالله بسیار تشکر. تلویزیون آریانا افغانستان لطفاً به هولد باشین. تلویزیون آریانا افغانستان روی خط هستین بفرمایید. خواهری مثلا یک دقیقه پیشتر من گفتم به مورد اصل موضوع من اما عرض کنم خدمتتون که می 200 چیزی که ولسوالی که تسلیم شد و 20 ولایتی که در مدت کمتر از دو ماه تسلیم شد 20 ولایت در کمتر از یک ماه یک معامله بود که بین غنی و امریکایی صورت گرفت و امریکا به خاطر استراتژی خود یک دولت را به میان میاره که افغانستان از نگاه سیاسی اقتصادی و نظامی مطلق تعلق بگیره با پاکستان که یک پلان امریکاست که نظر جناب شما را میخواهیم. تشکر. تلویزیون آریانا افغانستان روی خط هستین بفرمایید. شهلا جان، خانم محترم، سلام و تمنیات نیک خدمت شما و ملت شریف افغانستان تقدیم میکنم. سلام آقای معروف، بفرمایید. اگر اجازه شما باشه من این لحظه آمدم اگر دفعه من تکراری باشه مداخله کنین بگوین چی گفته شده. بله. من به عرض برسانم که افغانستان در یک مرحله بسیار حساس و باریک تاریخی قرار دارد. روزها در سرحد افغانستان مارش نظامی کردند، تمرینات نظامی دارند و امریکا در مقابل به نام حفاظت سفارتها کانادا و انگلیس قوای نظامی ارسال می کنند با بهانه امنیت سفارتها. ولی تحلیل حقیقی است که ایره در مقابل مارش قوای نظامی روز در سرحد افغانستان روان کرده و این مضاف نیست. این کار در سوریه هم انجام داده شده بود. اگر حکومت کنونی مخصوصا رئیس جمهور دکتر اشرف غنی با درک رسالت تاریخی افغانی و انسانی استیفا نده و زمینه را برای یک حکومت سرپرست یا یک حکومت انتقالی برابر نسازد و طالب های کرام هم اساسیت مسئله را درک نکنند و پیشروی کنند خدای ناخواسته نشود به عوض صلح افغانستان در سیلاب خون دوباره غرق شود. بله یک لحظه به هولد باشین. تلویزیون آریانا افغانستان، تلویزیون آریانا افغانستان لطفاً به هولد باشه. بله بله. برای پایان دادن این خونریزی و نجات کشور عرض میکنم که دو راه وجود داره. آقای معروف ببخشید که مداخله کردم، یک موضوع باید بگویم که آقای غنی آخرین صحبت که کرده تا ظرف 3 روزه امو چیزی که خودش گفته که ما با مشوره با بزرگان سیاسی و کشورهای همکار ما صحبت میکنم و نتیجه میم تا 3 روز معلوم میشه و معلوم دار است که آقای غنی حتما کنار میره یک راه پیدا میشه. بله ما عرض مجید که خلای قدرت تنها استیفا مهم نیست. بله. در پاری استیفا خلای قدرت باید به وجود نبید. نه نه او خو وقت گفته شده وقتی که تضمین کشورهایی که ای پیشنهاد کردن تضمین او کشورها وجود داره در اونجا خلای من فکر نکنم کدام خلای قدرت در اینجا اگر او تا زمانی می باشه که نفر بعدی بیایه. بله. اینجا از نظر حقیق دو را وجود دارد. بله. شما خبر دارید که پکتیا سقوط کرد، پکتیکان سقوط کرد و مزار هم سقوط کرد. در حال سقوط است. بله. نه سقوط کردن. سقوط کردن و تسلیم شدن در حال نیست.
خبر تازه که برای ما چند لحظه پیشتر رسید، این ولایت ها به شمول لغمان و کنر بله. خود کردن، یعنی چیزی در افغانستان زیاد باقی نماند. نه خیر. دو را وجود داره. یک، از نظر ما یک حکومت انتقالی قابل قبول از دو جانب و منطقه و امریکا و ایلی جهان بگذاره، باید تشکیل شوه عاجل و غنی وقتی که دفاع میشه قدرت باید برزو حکومت انتقالی یا سرپرست و یک شخصیتی که شخصیت اسلامی ملی قابل قبوله منطقه جهان و آقای معروف بسیار بخشنی در دو در این مورد گفته شده، یعنی شما در این موارد در دوحه گفته شد و تبصره های شد در این مورد که باید امی دو موضوع حکومت موقت که ای که نمیدانم که رهبرش کی باشه یا چطور یک آدم باشه، بهرحال و همچنان آقای غنی گفته که تا سه روز دیگه امون نتیجه مشوره های خود را که باید سه ماه پیش و یا یک سال پیش میکرد که تازه بیدار شده که ای کار میکنه دیده شد که اینا چی میکنن در این مسئله. سالا جان او گنگ است، او هنوز معلوم نیست، اونا تصمیم گرفتن نمیتانن، این را شما میفهمید. تصمیم امریکا و پاکستان میگیره به صراحت بگویم و انگلیس، این سه کشور برای غنی مشوره میده یا امر میکنه که چی کار بکنه. عبدالله و غنی و سالم اینا بوتقای شما میفهمید که توجیه برای کسله شوه بوتقا هستند و ریموت کنترول شد بشه همی سه کشور هست. ولی رای دومی که رای دومی همی هست که اگر طالب به مردم خوب میبینه یا بد میبینه، این هم سالها قبل گفتیم که آمدن از اینا حتمی بوده، اگر کس خوش میشه خفه چیزی میبازه یا به دست میاره طالب آمدنی هست. بهتر از که اگر طالب ها به طرف کابل حرکت بکنن، غنی ارگ بر طالب ها بدون جنگ تسلیم کنه که در شهر کابل خونریزی نشه و بخاطر از اینکه بیش از 7 میلیون انسان در کابل زندگی میکنه و مردم بیچاره تلف نشه. یک لحظه به هولد باشین، تلویزیون آریانا افغانستان لطفاً به هولد باشین. آقای معروف یکم صحبتایتان کمتر چی میکنین؟ خلاص شد. بله بسیار تشکر. امی آخری گفت میزنم که برادرها و خواهرای افغان ما از پروپاگند چیزی ساخته نمیشه، بیاین امی حقیقت اگر تلخ یا شیرین است قبول کنیم که طالبا یک طرف قضیه قابل طرف نیمه قضیه بله. که در حالت باختن است، بیاین به خاطر صلح دست به دست هم بدیم، از پروپاگند دو زدن دشنام زدن مسائل قومی زبانی حزبی بگذاریم، افغانستان به سوی تشکر آقای من صلح راه بگذاریم. تشکر. ببینید یک موضوع ما جواب بیننده عزیز من باید بگویم که طالبا به هیچ صورت نمیتونند که به صورت مکمل در افغانستان بیان، نه کشور منطقه ای را میخواهن، نه ایران، نه روس، نه هند، هیچ کدام، نه چین. و این چیزی است که ای که طالب بیایه و آقای غنی ارگ بر طالب، این راهی درست نیست. مهمترین راهی است که اگر یک حکومت مشارکت یعنی با اشتراکی با وجود بیایه که بتانه روشن فکرا طالبا تمامش داخل یک چی بیاین دولت، در غیر او قابل قبول به هیچ کدام نیست و او باعث میشه که فردا یک مشکل دیگه و یک جنجال دیگه با وجود بیایه. تلویزیون آریانا افغانستان لطفاً به هولد باشین. تلویزیون آریانا افغانستان روی خط هستین، بفرمایید. لطفاً سلام، لطفاً بله تلویزیون تان را خاموش کنین لطفاً. بفرمایید. حکومت جدید در کابل آقای علی احمد جلالی در کابل رفته و 3000 قوای امریکا هم در کابل رفته و امروز شنیدیم که مزار را هم سقوط کرده، دوستم و حتی اینو رفتن تاجکستان. خب یعنی شما چقدر مطمئن هستین که آقای جلالی اگر رفتان باشه معنی نداره که حتما رئیس جمهور موقتی باشه؟ تا چه اندازه مطمئن هستین؟ آقای جلالی غنی از بین میره و قوای امریکا هم 3000 رسیده به کابل و تا دوستم اینا رفتن تاجکستان. اوکی
خبر جدید. بسیار تشکر از خبرتان. بسیار مهربانی کردین. تلویزیون آریانا افغانستان روی خط هستین، بفرمایید. تلویزیون آریانا خب بینندگان عزیز، خب ای که آقای جلالی است یا هر کسی که هست، امروز بدبختی که دامنگیر افغانستان شده و امروز که مردم افغانستان به این بدبختی، آوارگی و بیچارگی قرار دارن، کلش نتیجه سیاست های غلط و تلف کردن وقت بوده. یعنی وقت ضایع شده. اصلا اگر ما به گذشته بریم، در 20 سال گذشته چی فرصت هایی در افغانستان ده؟ این پول ها دوزی شد، همه بدبختی از زمان آقای کرزی تا آقای غنی، تمام بدبختی ها را که ما میبینیم، اینا فقط وقت کشی شد. در زمان آقای غنی فعلا که ما میبینیم وقت کشی میکرد آقای غنی و تمام فرصت های طلایی از بین رفت. اینا باید از افغانستان، چی اگر افغانستان شگوفا و مردم در امن، چی اگر کشور متمدن می ساختن. اما امروز مسئول کلش امی دولت هایی بود که در آقای تن آقای غنی نه، آقای کرزی و آقای غنی. تلویزیون آریانا افغانستان روی خط هستین، بفرمایید. خانم شهده، سلام علیکم. سلام بر شما، بفرمایید. تشکر رو تو شما. خانم شهده عزیز، امی اموطنه، امی برادر ما که قبل از من تلفن کرده بود، بله. امی گپ ما هم شنیدیم. بله بله. که چیز مزار سقوط کرده و دوستم و چی عطا محمد نور رفتن به تاجیکستان، بگیم که فرار کردن اونجا، و طرف دیگه همی علی آمد جلالی تحت قوای امریکا داخل افغانستان شده، یک قسمت کمی قوای امریکا که دیگه هم البته داخل میشه و اعتماد دار امریکا هم میرم. چی از خانم شهلا جان که به این سادگی نمیمانم که اون جبهه طالبان بیایه و هر چیزی که دلش بخواید. یک لحظه به هولد باشین. تلویزیون آریانا افغانستان لطفاً به هولد باشین. بله. و هر چیزی دلش بخواید بکنن. بله. البته یک تدبیر را به کار خواب گرفتن و البته همین تدبیر اگر معقول گرفته شود به خیر طالبان است. که همین طالبان بیایه در حکومت شریک باشه. اما یک چیز مهمی که هست که جمهوریت باشه و انتخابات در آینده ای بسیار مهم است. بله اگر بله. اینطور شود که باز فیصله شود که خود در آس خودتو باشه، یک چند تا وزیر از یا باشه و بعد از او باز اونمو شورای علما رهبر خود تعیین کنه و این بسیار خطرناک است که باز دیگر تغییر و تحول آمده نمیتونه. انتخابات اگر باشه و هر کسی که بود، اگر یک کسی یک چهار سال در قدرت هم بود یا سه سال بلا در پسش و در بعد از او افغانستان رای خود پیدا میکنه. من این همی نظرات ما بود که بسیار تشکر لطف کرده. تشکر. تلویزیون آریانا افغانستان روی خط هستین، بفرمه. بله سلام علیکم. سلام بر شما، بفرمه. شما شهلا جان هستین؟ بله بله، بفرمه. شهلا جان، من یک خواهش دارم از شما و اویست که ما بعد از وقت میخوایم اگر شما تلفنی صحبت بکنم. یک خواهر افغان شما هستم و شما را من از روی کتابایی که از آقای بختانه بود از خاطرتان میشناسم که شما خانم بسیار بااحساس هستین. من نمیفهم چه ارتباطی با پوپل صاحبه که وزیری معرف بودن چی دارد ارتباط در اون وعده بسیار با احساس بود. بله. من میخوام شما شخصی به شکل شخصی گپ بزنم، اگر شما بر من یک نمره تلفن. بله من بر شما شماره تلفن من میتم. ۷۰۳ ۷۰۳ یک لحظه دیبشی. هفت سفر سه هفت سفر سه چار هفت سه چار هفت سه چارده هفتاد و سه چارده هفتاد و سه من برتون میخورم هفت میبخشیم 703 473 1473. بله بله تشکر. خب بینندگان عزیز، در مورد صحبتایی که اینا کردن، خب اول صحبتایی که قبلا من می کردم که در افغانستان بسیار
در 20 سال گذشته فساد اداری، بدبختی ها، رشوه ستانی، هر نوع بدبختی در افغانستان به اوج خود رسید. پول ها به عوض که به بازسازی افغانستان همه به جیب ها رفت و بسیار، یعنی اینا بهترین مواقع را از دست دادن و هر کس فقط در فکر پول بود و در فکر قدرت. از تمام اینا من بدون از این که ما بگویم از مجاهدین، از کسانی که در امو وقت از هر نقطه دنیا آمدن، هر کدام در فکر یک تعداد استثنایی او جدا است، اما تعداد 90% اینا فقط در فکر جیب پر کردن بودن. هیچ کس در فکر آرامی افغانستان، بازسازی افغانستان، پیشرفت و تمدن افغانستان نبود. ای هست امروز ما هر چیزی که امروز میبینیم از نتیجه ازمون بود و یا تعصبات قومی بود، تعصبات زبانی بود، هر نوع بدبختی که بگوین از زمان آقای کرزی که شروع شد تا به همی حالا ادامه داره. همی حالا ببینین بدبختی که در سمت شمال، من نمیگم که باید در کل شهرهای افغانستان، من بسیار شکر از خداوند میکنم که امروز در پکتیا، در کندهار، خب در هلمند هم بسیار بدبختی هم، یا در ننگرهار، مزار شریف، یا در شهرهای دیگه، انشالله که دیگه خونریزی نشه و هر چیزی که میشه به صورت شفاف و به صورت بسیار خوب امی انتقال قدرت یا هر قسمی که از صورت بگیره و خداوند کمک بکنه که کسانی که از خانه های خدا وارد شدن دوباره به خانه های خود برگردن و دوباره یک رفاه و آرامش بر افغانستان بیه. اما مواقعی را که از دست داد آقای غنی، ای وقت کوشی هایی که کرد و ای بدبختی هایی که در افغانستان آمد، کلش امی بود و امی معاملاتی که در پشت پرده شد، ای بسیار زیاد باعث تلفات زیاد نیروها و باعث تلفات بسیار زیاد مردم شد. و ما خب ای که آقای علی احمد جلالی قبلا هم در دولت آقای کرزی کار کرده، یک چیز در مورد آقای جلالی شنیدیم که تا چه اندازه حقیقت داره که آدم استعفا کرد در زمان آقای کرزی بنابر فساد اداری گسترده که در دولت آقای کرزی بود، چون که آدم میگفت که باید فساد دور شد. حتی بسیار زیاد قرار کشیدم انتقاد به خود آقای کرزی، خانوادش و همچنان فساد اداری که در داخل دولت افغانستان بود انتقادات زیاد کرد و بنابری بود که استعفا کرد، خودش استعفای خود را پیش کرد. و ما خودم نمیدانم که کی در اینجا باعث رئیس جمهور موقتی می خوب دو نفری که گفتن. به هر حال ما امیدوارم شخصیت بیایه که واقعا بتانه تمام فساد، تمام بدبختی هایی که در افغانستان است، تمام بی‌عدالتی هایی که در افغانستان است، نارسایی هایی که در بین مردم شده، بی‌اتفاقی هایی که در بین مردم است، همه اینا را بتانه که افغانستان به سوی یک صلح، صفا، اتحاد، تامین امنیت و تامین عدالت اجتماعی را در افغانستان بیاره. بدون این کار افغانستان به جای نمیرسه. هر کسی که در دولت افغانستان میه، اولین کاری که میکنه ملت سازی است، اتحاد و ملت سازی، بدون در نظر گرفتن کی پشتون است، کی تاجیک، کی هزاره و کی ازبک و کی پشه‌ای. باید ملت سازی کنه و اتحاد و اتفاق بیاره و تامین امنیت و آرامش و توجه به اقتصاد افغانستان بکنه. تلویزیون آریانا افغانستان روی خط هستین، بفرمایید. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما شهلا جان محترم. صحبت های شما را شنیدم، بسیار آزنده بود. سخن از اینجا آغاز میکنیم که هر چیزی که شده سر شده دیگر، خوب بود یا بد بود، البته بدش بسیار زیاد بود. دیگر حال از حال ما چطور بکنیم سر، چه چاره باید بسنجیم و ما وانایی که در خارج هستیم به این مسئولیت خود باید چطور ادا بکنیم در مقابل ملت خود. ما سالها داد زدیم و فریاد زدیم سر که همه در مخالفت قرار داریم، چه دانشمند ماست، چه هنرمند ماست، سر همه در یک مخالفت ذهنی مشغول استیم. چرا ما اتفاق نمی کنیم؟ ما اندوخته های بسیار خوب داریم در اینجا، امکانات بسیار خوب داریم، این رو باید چطور متحاکم بسازیم در خدمت مردم قرار بدیم. امروز شما می بینیم در مابین همی کابل تنها چی حال است که ما می توانیستیم کمک بکنیم، مواد غذایی، لباس،
دوا این چیزا باید یک پنل خوب ما درست میکردیم که یک گزینه فراهم میساختیم. حال امریکا هر نفره که خودش بخواه و نمور نصف میکنه، حالی مثلا در داخل افغانستان ما سر انتظار از گزا و رهزنا و جنگسالارا داریم، سر کونا سرنوشت سازی بکنه. چرا با یه رقم بدبخت بیچاره باشیم؟ هر یک انگشت ما که اون طرف دیگر است، چهار انگشت طرف خود باید بگیریم. دیگه ما یه عرضم میکنم سر که ما در فکری از این باشیم سر که از این امکاناتی که در خارج از کشور داریم، هر طایفه که هست، هر توانایی که هست در هر انسان افغان که موجود است و نموره باید به کار بندازیم. ما شما سر نمیتونیم سر که با آشکریزی و با چه انفجار و تمام از افغانیت و خشونت این میتوزار سر بسیار تشکر رفع کردم. ببخشن سر، خواهش میکنم. بسیار تشکر. ببین بیننده عزیز، افغانستان ای که آل ما روش صحبت میکنیم که افغانستان چرا به این حالت رسید، بدبختی هایی که در افغانستان بود از شروعی که افغانستان نوین ساخته شد، به فساد آغاز شد و قاچاق، بدبختی، تمام این چیزایی را که ما ببینیم در افغانستان، حتی کمک به طالبا از دوران آقای کرزی تا به امروز، فساد به اوج خود رسید، تعصبات، تفرقه اندازی، بدبختی در افغانستان روز به روز اضافه شد و اضافه شد و اضافه شد. امیدوار هستیم که کسی دیگه که می آید همه این چیزا را ببینه که چرا افغانستان به اینجا رسید. به یک مملکت، به یک کشور چی اول ضرور است؟ ملت سازی، اتحاد، اتفاق. من چند بارم روی این موضوع صحبت کردم. افغانستان باید از این حالت بیرون شوه. مولتی نیشن، مولتی استیت. امخونم از طرف پاکستان برو، امخونم از طرف تاجیکستان برو، امخونم از طرف ازبکستان برو. نه، ما باید زیر یک بیرق، فقط به نام افغانستان، به نام افغان زیر یک بیرق استاد شویم. چی تاجیک هستیم، چی پشتون، چی هزاره، چی ازبک. این بدانیم که نه پاکستان پشتونش به درد پشتون افغانستان میخوره، نه تاجیکای تاجیکستان به درد تاجیکای افغانستان میخوره و نه دیگه کشورها. ما فقط در فکر یا در هرات، نه ایران به درد مردم میخوره، فقط امی افغان است که به درد افغان میخوره. بهترین چیز اول وحدت ملی و ملت سازی در داخل افغانستان است. این خودش چرا آقای غنی در انزوا کشیده شد؟ چرا مخالفت های داخل دولت شروع شد؟ چرا این آلت در داخل افغانستان بود، تاجیک و پشتون؟ هر کسی که می آید باید اول اتحاد بیاره و ملت سازی. برای آقای غنی چی نقص کرد؟ خودش رفت به قهر امو بدبختی. وقتی که کسی به یک روحی منفی داخل شوه، به فکر تاجیک و پشتون و هزاره که کدام قوم بالا برم، کدام قوم پایین ببرم، نتیجه شمی است که خودش در قهر امو طوفان داخل میشه. هر کسی که میایه، ای که آقای جلالی است، که آقای دورانی است، که آقای سیرت است، که آقای کرزی است، هر کس که میایه باید از این 20 سال یک پند بگیره، یاد بگیره که چی باید در افغانستان، چی کمبودی بود، چرا مردم با آقای غنی فاصله گرفتن، چرا این مخالفت آغاز شد. اتحاد، ملت سازی. تلویزیون آریانا افغانستان روی خط هستین، بفرمایید. سلام شهلا جان. سلام بر شما، بفرمایید. بله، بسیار موضوعات خوبی را گفتین. بیشتر که یه برادرهای ما گفت که علی احمد جلالی و یه امریکای ها طرف دارش از این رقم و رقم. یه علی احمد جلالی درست از وزیر داخله بود، ولی اعلان میکرد که من دست رشوت خوراب پیشمز اعلان میکنم امروز صبح، ولی قطعا کار نکرد. روی خود اگر رفت امریکا، حالا هم که امریکا علی احمد جلالی را بیاره، خوی بدن ما شما نمیخوره. ما باید یک مجلس کبیر میشنی یا لوی جرگر دایر کنیم که از بین مردم یک نفر جمهور تعیین شد، نه که امریکا بیاره. ببینین، یکی موضوع حکومت موقتی است. این حکومت موقتی یا عبوری یا گذار، ای خودش در باز میکنه به سوی یک انتخابات گسترده. اما در شروع که یک کسی میایه،
او که در یک حالت اضطراری و عاجل، ببینین امی حالت افغانستان یک حالت اضطراری است، یک حالت عاجل است. چی آقای جلالی است، چی آقای درانی است، چی آقای کرزه است، چی آقای سیرت است، هر کدام از اینا که در این مرحله می آیند باید یک راه را باز کنند به سوی یک انتخابات گسترده. نه ای که طالب بخواید تمام دولت بگیره و بگوید که من امتیازات بیشتر میگیرم، چون طالب اگر بخواید به دولت افغانستان بیاید مورد قبول نه روس است، نه چین است، نه ایران است، نه هند است، هیچ کشور دیگه نیست. بنابرای است که دوباره در افغانستان بازم هم دایش شروع میشه، تحت نام دایش بازم طالبا نمیتونن که 10 سال هم در اونجا بپاین، برای ای که جریان های دیگه با وجود میایه که باعث شکست طالب میشه. بنابرای است که باید این طالبا باید بدانن که یک افغانستانی که بخواین صلح و رفاه و آرامی باشه باید به صورت اشتراکی هم از طبقه نخبه، هم از طبقه روشن فکر، هم زنا، هم جوانا، هم طالبا بیاین در داخل بتانن که با هم یک ائتلاف درست به صورت درست کار بکنن که در او هم بتانن بدون تعصبات و یک وحدت ملی را به وجود بیارن که در او رفاه و آرامش مردم باشه، عدالت اجتماعی در او تامین شه و یک ملت سازی دریشه. در غیر از او اگر باز گفته شه که والا پشتون قدر باید بگیره، تاجک قدر بگیره و باز همی بدبختی ها باشه، افغانستان به هیچ صورت بیننده عزیز به هیچ جای نمیرسه. افغانستان تا که هست دمی بدبختی است. اول ملت سازی از داخل افغانستان شروع شد و بعد از اون ما پیش بریم. بیدار خب برای ما یک دقیقه اجازه بتید این موضوع را خب میفهمیم سر امیر آقای کرزای هم که آمد بنام دو ماه و شش ماه اداری موقت و اداری او باز خدا محکم کرد 12-13-14 تا پاچایی کرد رقم روانی واری. باز خدا کنم که آقای جلالی آمینه من طرفدار طالب نیستم، خدای طالب نبیاره، خدا رنگش در انگوب نزنه. باز خدا کنم که آقای جلالی، خب اگر آقای جلالی فرض کنیم ببینید باز خدا کنه که هر کس که باشه این زمینه انتخابات هم چیز کنه، برابر کنه، باز قایم نکنه. من هدف می چیزم. بله بسیار خوب. بله درست میگه، تشکر. بله درست است که اگر انتخابات شوه، یک انتخابات گسترده شوه و ای که آقای جلالی بر 1 سال میه، بر 2 سال میه، مهمترین چیزی است که در افغانستان یک عدالت اجتماعی، تامین امنیت و بتانه که افغانستان در آرامش، بتانه که افغانستان از این حالت بد نجات بده. چون که آقای غنی کفایت کار نداشت، آقای غنی افغانستان از یک زاویه دیگه میدید، آقای غنی که آمد به یک روحی منفی داخل شد، به یک روحی یعنی امتیازات قومی و به همچو چیزا داخل شد. بیننده عزیز اگر من پشتون هستم برای من فرق نمیکنه، یعنی اگر یک کس تاجک است در اینجا موضوع پشتون بودن و تاجک بودن نیست، در اینجا موضوع یک عدالت اجتماعی، وحدت ملی و واقعا افغانستان سازی است در اینجا. تلویزیون آریانا افغانستان روی خط هستین، بفرمایید. سلام علیکم شهلا جان. سلام بر شما، بفرمایید بیننده عزیز. شرایط بسیار زیاد ضیق است، راستی گپ بخورید. آره بریم در موضوع عزیز که آل یعنی در سیاست بازی میکنه. و مفهوم از این که آل یعنی آل در دوحه هر چیز دیگه از بسر حکومت معقد گپ میزنن، این آل یعنی منطقه همی دولت هایی که قلعه تروریزم اینا گپ میزنن، همی خود ملل متحد، آل افغانستان عضو ملل متحد است، همی آل در خود از اون جلسه که هست چه قسم وقتی که تو دولت هم که انتقال قدرت کنه ملل متحد باید فوق العاده مسلط باشه. گفت خودت بود تو یک دولت را بود تو یک کس را باعث رئیس جمهور موقتی نبیاره که در اینجا بیاره که اون جبه داشته باشه. بله بله کوشش بله. کنن از جبه خود طالبا یا جبه دولت اینا دیگه پرن پشت کار در اینجا موقت تا اون بودانه به صورت آزادانه خواست مردم که بله درست میفهمید. بله درست است، انشالله باشه که واقعا خب ای که امریکا اگر به گفتی بیننده که قبلا گفتن که آقای علی احمد جلالی، ببینید یک حالت استراریست و امریکا خود مسئول میدانه
تلویزیون آریانا افغانستان لطفاً به هولد باشین، مسئول میدانه و در اینجا سازمان ملل، اتحادیه اروپا، چین، روسیه، همه در دوحه اینا با هم نشست داشتن، مجبورستن که یک آدم را انتخاب کنن بر فعلا تا در یک شرایط اضطراری، در یک شرایط که وضع افغانستان بسیار دگرگون است، باید یک شخصیت بیایه. خب ای که این شخصیت که میایه به نظر من ای شاید بسیار پند گرفته باشه از این بدبختی که در افغانستان در این 20 سال اخیر رخ داد. بنابر این است که ما امیدوار هستیم که بتانه انشاءالله افغانستان به یک راه درست بره. تلویزیون آریانا افغانستان روی خط هستین، بفرمایید. تلویزیون آریانا افغانستان روی خط هستین. خب بینندگان عزیز، برنامه من رو به ختم است و بازم منتظر هستیم که انشالله باشه که تحولات بهتر یعنی در راه باشه، انشالله باشه که افغانستان از این حالت بدبختی، از این حالت دربدری، از این حالت که مردم در دربدری و بدبختی به سر میبرن بیرون شون. انشالله تلویزیون آریانا افغانستان روی خط هستین، بفرمایید. سلام خورجان. بفرمایید. به زودتر صحبتتون تمام کنید. خداوند یک کس را بیاره که مسلمان با خدا باشه که افغانستان آرام با آرامی شه. همین خوب است که یک کسی بیاره که همین دوزا کم شه. او خوره گل. بله، انشالله. این نکدن در ناموس مردم، در خانه مردم، در کل جای تعرض کرد. این دوستون تا دیروز لاف بدد کرد دو چیز که میگم من حتی میکنم حتی میکنم ما نبودیم ما نبودیم آخر اون آمد بدون چیز گریخی ها ببینید شما یا چقدر پوش دلار از خاطر خونه او ده او قسمتی که اینا ای کار رو کن جای شک نیست، اما در اینجا شرایط مساعد نبود که اینا جنگ کنن. به هر حال بسیار تشکر. بیننده عزیز، وقت برنامه ما رو به ختم است. انشالله با امید تحولات بهتر و آرامش و آسایش مردم افغانستان برنامه خود در میجه خاتمه میبخشم. انشالله روز روزگار خوش داشته باشین. خدا بنگهدار.